روز جهانی عصای سفید. میدونید مهمترین مشکل نابینایان در ایران چیه؟ اکتبر یا 23 مهر ما روز جهانی عصای سفیده و به همین مناسبت برنامه روی خط امروز به مشکلات نابینایان در ایران میپردازه. در همین یک ماه گذشته ما در برنامه روی خط به مشکلات معلولان و ناشنوایان هم پرداختیم و بینندگان و شهروندانی بودند که شامل این دو گروه بودند و با ما همراه شدند و از مشکلات و دغدغه هاشون گفتند. البته برخی دیگر از بینندگان و کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی نظرشون رو با ما در میون گذاشتن شامل این دو گروه نمی‌شدن. اونها معتقد بودن که در ایران افرادی که این مشکلات رو ندارن در زندگی روزمره با سختی‌های بسیار روبرو هستن، چه برسه به معلولان و یا ناشنوایان. یعنی عملاً تفکری که معتقده در ایران چون جوان‌های زیادی بیکارن، چون دولت در خیلی از زمینا کمکاری می‌کنه، چون منی که نابینا و ناشنوا یا معلول مثلا نیستم هزاران مشکل دارم، پس این کاملا طبیعیه که معلولان یک جامعه از حق و حقوقشون محروم بشن. تفکری که موجب شده سالهای سال جامعه ایران در واقع معلولان این جامعه رو نادیده بگیرن و فقط در روزی که به اونها تعلق داره بعضی روزنامه ها در مورد اونها بنویسند و برخی از مسئولین هم وعده های رنگارنگی بدن که عملا بعد از یک هفته به فراموشی سپرده میشه. اما برنامه امروز روی خط اختصاص داره به نابینایان ایرانی که بهش اشاره کردم و در برنامه امروز اگر نابینا هستید یا در میان خانواده و دوستان خودتون فرد نابینایی رو دارید یا میشناسید، میتونید با ما تماس بگیرید، از مشکلات و موانع مشارکت اجتماعی نابینایان در ایران بگید. اما برای تماس با ما نیاز دارید که راه‌های ارتباطی برنامه رو بدونید. به سراغ همکارم بریم بهروز. بله، برنامه روی خط برنامه است برای شما و بیان نظرات شما. به طور ویژه‌تر امروز دعوت میکنیم از همه نابینایان و یا بستگان و دوستان و نزدیکان اونها که در این برنامه شرکت کنند با راه‌های تماس از جمله شماره تلفن ما 202-260-71-10 که شاید ساده‌ترین راه تماس باشه در برنامه شرکت کنند، یا اینکه شماره تماس خودشون رو برای ما بفرستن تا اینکه همکارانم تماس بگیرن. اگر به اسکایپ دسترسی دارین، اسکایپ امکان تماس تصویری رو هم به شما میده، یا اینکه شاید اصلا به هر دلیلی نخواهید زنده در برنامه شرکت کنید، سری به پیامگیر اتوماتیک بزنید. اگر نوشتن براتون راحت تره، شبکه‌های اجتماعی روی خط در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام امکان مناسبی برای شماست، یا در تلگرام، کانال تلگرام صدای آمریکا سند وی او ای رو جستجو کنید. از طریق این کانال میتونید در طول برنامه به صورت نوشتاری نظراتتون رو با ما در میون بذارید و قبل از هر برنامه صدا و تصویر از خودتون ضبط کنید و بفرستید. همه این راههایی که براتون گفتم در طول برنامه هم زیرنویس میشه، اصلا نگران نباشید اگه الان از دستشون دادید. من هم بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. بله، به سراغ خطها بریم. آقای مجید از شهر مشهد همراه ماست. آقای مجید سلام، بفرمایید روی خط هستید همراه ما. الو، سلام آقای مجید. الو، بفرمایید آقای مجید، صدای شما رو میشنوید. اولا این روز رو من همه نابینایان عزیزم گرامی میدارم. من فقط یه نکته خیلی مهمی میخواستم عرض کنم جان سیراچی. ببینید، مهمترین دغدغه نابینایی اینه که دولت از اونها هیچ حمایتی نمی‌کنه و متاسفانه بستر فرهنگ برخورد مردم با نابینایان در کشور هستن. خیلی از مردم نمی‌دونن چطوری اگر یک نابینایی رو در خیابان دیدن باش رفتار کنن، کارش رو بندازن و مشکلات حل کنن. من فقط یه مثالی رو به شما میزنم و اجازه میدم بقیه دوستان بیان رو خط. چرا وقتی را چیم؟ خواهش میکنم. بنده همین دو سه روز پیش بود متاسفانه در یکی از خیابون‌های مشهد یه نابینای بنده خدایی واسطه بود، می‌خواست یک مسیری رو بره. بنده گفت آقا یه ماشینی برای من بگه. متاسفانه ما هر ماشینی رو که می‌گفتیم آقا این نابیناست تا این مسیر، چون باید تا نزدیک خونه ببرید، متاسفانه مبلغ
هنگفتی رو از این آقا طلب میکردن که این آقا رو به مقصدش برسونن. متاسفانه به نظر من یه مقدار باید این فرهنگ بیشتر توجه بکنیم تا مشکلات نابینان حل. آقای مجید، حالا تجربتونه که گفتی تو صحبتتونم اشاره کردن که دولت کمکاری میکنه، اینو ما هم در مقدمه گفتیم، ولی بحث هم فرهنگ که خودتون اشاره کردید، با توجه به حالا بحث فرهنگی که وجود داره، شما به عنوان یک شهروند عادی که روزانه در سطح شهر تردد دارید، آیا فکر میکنید این شرایط مناسب برای حضور نابینایان و معلومه، ما امروز به هر دو میخوام اگر بشه بپردازیم، این آمادگی رو داره که پذیرایی به عنوان مثال نابینایان در سطح شهر باشه؟ متاسفانه جناب سیگار چیپ، حالا من که در مشهد هستم فضایی رو من نمیبینم که برای نابینایان ایجاد بشه. حتی جالب اینه که الان، حالا یک نکته خیلی مهمی هم عرض بکنم، حقیقتا شهردار سابق مشهد خیلی تلاش کرد سنگ فرش هایی رو درست کردن که در وسط این سنگ فرش ها یک سنگ زردی رو بنا کرده بودن که نابینان از اون مسیر میتونستن تو پیاده راه تردد بکنن، که خب متاسفانه این کار در کل شهر ایجاد نشد و بعدا هم متاسفانه این طرح لغو شد. ولی در کل به نظر من در این زمینه شهرداری بهتر تلاش کرده، ولی خب متاسفانه دولت برنامه خاص و چیزی نداره. حالا چیزی جالب بگم، دولت برای بیناها برنامه نداره، وای بال نابیناها، برنامه خاصی رو من ندیدم در شهر مشهد. سپاس از شما آقای مجید از مشهد که تماس گرفتید. افشار، یک نکته ای آقای مجید گفتن که دولت کار خاصی نکرده، اما همونطور که تو گفتیش شاید در برنامه امروز بهتر باشه به این بپردازیم که با فرض تداوم چنین وضعیتی که خیلی هم دور از ذهن نیست، احتمالاً خیلی معجزه‌ای رخ نخواهد داد در اقدامات و امکانات دولتی، خود مردم شهروندان چی کار میتونن بکنن؟ نکته ای رو آقای مجید اشاره کرد که گفت برای فرد نابینا اومدیم تاکسی بگیریم، هزینه بسیار زیادیه که مربوطش رو به بحث فرهنگ. این یکی از رایج‌ترین مشکلات نابینایان در ایران است، همین که بخوان در سطح شهر تردد کنن از وسایل مثل تاکسی و اتوبوس استفاده کنن. یه ویدئویی رو هستش با هم میتونیم ببینیم، یکی از این کانال های اینترنتی به نام تی وی پلاس تهیه کرده، یک فردی وانمود میکنه که نابیناست و ببینیم چقدر طول میکشه و چقدر سخته که یک فرد نابینا بخواد یک کار خیلی معمولی رو، یعنی گرفتن تاکسی رو در شهر تهران انجام بده. کسی جلو نیست؟ نه بیا. سلام قربان. سلام. زنده باشی. نماز روزه ها قبول. زنده باشی. خدا رو شکر. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران.
همراه ما هستید در برنامه روی خط با موضوع روز جهانی عصای سفید. اگر نابینایان هستین که در ایران زندگی میکنید میتونید با ما تماس بگیرید، مشکلات و دغدغه‌هاتون بگید. اگر از شهروندان ایران که جزء این دسته نیستی میتونید زنگ بزنید از تجربیاتتون بگید، و حتی اگر از خارج از کشور هم هستین زنگ بزنید از امکاناتی که در خارج از کشور وجود داره یا تجربتون برای ما بگید. بله، یه نکته‌ای که افشا شاید بد نباشه اینجا با هم مرور کنیم اینه که در ایران هم مثل خیلی از کشورهای دنیا قانون عصای سفید اجرا میشه. قانونی است که به مقررات راهنمایی و رانندگی میپردازه و خیلی به گوش ناآشناست، شاید خیلی آشنایی نداشته باشه. من خیلی سریع این بخشای از این قانون رو مرور کنم. به نقل رئیس پلیس راهور ناجا که گفته این قانون دیگه لازمون اجرا شده در داخل ایران و هر شخص غیر سوار که بدون استفاده از هر گونه وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری حرکت میکنه یا فردی که از صندلی چرخدار استفاده میکنه جزو افراد خاص محسوب میشن و حق تقدم دارن. یعنی راننده ها باید حواسشون باشه که افرادی که مثلا عصای سفید دستشونه یا روی ویلچر نشستن و آدم های مثل این نکته بروز تو ایران خیلی صحبتی که میشه اینه که رد شده از خیابون یه کار خیلی ترسناک و خطرناکه. خیلی سختیه. بله، خب این عملا اگر این واقعا فکر کنم رعایت بشه، یعنی برای اینم چاره اندیشیدن که مردم رو مرزم کنن به رعایت کردن. آره، یه نکته جالب دیگه که داره اینه گفته که کسایی که نابینا یا کمبینا هستن میتونن عصای سفیدشون رو بالا بگیرن و وقتی که راننده اینو میده این به معنی ایست کامله. یعنی راننده وقتی میبینه کسی که عصاش رو بالا گرفته باید ایست کامل بکنه و اگر این کار نکنه یک جریمه 100 هزار تومانی براش در نظر گرفته میشه. این نکته مثبتی هستش که اگر واقعا خوب اجرا بشه شاید بتونه کمک کنه به حضور بیشتر اجتماعی نابینایان و افرادی که سایر معلولیت ها رو دارن. اما اینجا خیلی کوتاه، من میدونم تعدادی از مخاطبان در نوبت هستن که در برنامه شرکت کنن، به یک گزارشی از روزنامه ایران میخوام اشاره کنم. با 5 دختر نابینا صحبت شده در این گزارش. تقریبا میشه گفت هر 5 تای اینا یک گلایه مشترک داشتن و اینکه از دلسوزی‌های بیجای افراد حتی خود خانواده و دوستان و نزدیکان و آشنایان. مثلا مثال زدن، گفتن که موقعی که بچه بودن مدرسه می‌رفتن مادرای سایر دانش آموزا مثلا سوالات مثل میگه آخه این چجوری میاد مدرسه، چجوری لباس می‌پوشه، سختش نیست، مهربانی‌های بیجا می‌کردن، یا میگن اعضای خانواده اجازه نمی‌دن هیچ کاری رو خودشون انجام بدن، اینها یاد نمیگیرن که مستقل بار بیان. اینا در کنار سایر مشکلاتیه که دیگه تقریبا همه میدونیم حضور اونها رو در اجتماع با مشکل مواجه میکنه. اما بد نیست این نکته رو هم توجه داشته باشیم که 5 دانشجو، 5 نابینای تحصیل کرده چقدر گلایه دارن از رفتار سایر شهروندان. این دیگه ربطی به دولت و امکانات و اینها نداره. ممنون از توضیحاتت بهروز. اما اشاره کرد بهروز به بحث اینکه اینها حتی دانشجو هستن با توجه به شرایط موجود، اما اشاره میکنم به اینکه به نقل از حسین نحوی نژاد معاون توانبخش سازمان بهزیستی اشاره کرده که 80% در واقع نابینان کشور ایران بیکار هستن و از طرف دیگه هم اشاره شده که برای اینها و زمانی هم که در استخدام میخوان باهاشون مصاحبه کنن سوالات بسیار سختی رو در نظر میگیرن که عملا استخدام نکنن، در حالی که در بسیاری از جوامع پیشرفته تر در واقع به نوعی شرایط فراهمه که از نابینایان و معلولان در تمامی عرصه‌ها به اندازه‌ای که بایستی برای اونها شرایط مهیا بشه که اونها بتونن در جامعه پیشرفت کنن. به دانمارک بریم. آقای حسین از طریق تلفن همراه ماست، بشنویم تجربه و صحبت آقای حسین رو. آقای حسین سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام عرض کردم آقای سیگارچیو صمد بگی. خواهش میکنم بفرمایید آقای حسین. من امیدوارم که بتونم حق مطلب و خوب ادا کنم. جامعه نابینا که من در زمره اون هستم، نابینای مادرزاد هستم، اینها زمان شاه هم رسیدگی نمیشد. من خودم در آموزشگاه خزالی درس میخوندم، اصلا رسیدگی نمیشد. عصا رو یه عصاهای بی‌دسته روشی پایه بود و همونم 20 تومن از ما میگرفتن. یه کشور ثروتمند، الان که بعض بیناش در هم ریخته است. یعنی اگر یک بینایی در داخل کمک کنه، دلسوزی کنه، واقعا اوضاع طوری که با تعجب کرد. ولی در مورد دانمارک، من بازنشست شدم از سال 89 و خب اینجا حتی کمک هم به دیگران میکنم، بعضا
خوبه، ماشاءالله افراد از کشورهای اسلامی بهترن، بهتر دست میگیرن. آقای حسین، همین جای کاری یک سوالی برای من به وجود اومد که اشاره کردین که شما با توجه به اینکه نابینا هستین خودتون، اما در جایگاهی قرار گرفتین که به دیگران هم کمک میکنید. خب این چه شرایطی رو کشور دانمارک برای شما فراهم کرد که شما این تواناییتون رو بتونید حتی برای کمک به دیگران استفاده کنید؟ از همون بازنشستگی خودم. میشه به برخی از امکانات ساختار شهری که یکی از دغدغه‌های مهم مردم به خصوص نابینایان در ایران هستش برای حضور اونها در جامعه هم برمو اشاره کنید؟ این جوباش آقا، جوبای ایران در هر شهری، همین شهر دوست دختر من کردستان پر جوبه، تهران پر جوبه. همینا یهو مینی نابینا متوجه نباشه، یه بینا متوجه نباشه، یهو مینی نابینا بدبخت رفت تو جوب. اقلا اروپا اینا رو نداره، خیلی بهتره، اقلا این جوبا رو نداره. حالا این جوبا هم توش آب گل، حالا خشک باشه، حالا باز اون چیز دیگه است، تمام لباس هم بدبخت خیس میشه. آقای حسین، به لحاظ استفاده از وسایل نقلیه به چه صورت؟ تو ویدئویی که اول برنامه پخش شد، بعد از زمان طولانی تنها یه ماشین وایساد که اونم برای هزینه بسیاری دریافت میکنن در قبال سوار کردن نابینایان یا معلولان. در دانمارک به چه صورت حمل و نقل برای خیلی نیست؟ فقط تاکسی گرونه، ولی اتوبوس ها حتی من کارتم نمیگیرن. که کارتت کجاست؟ راننده ها ماشاءالله آدمای خوبی هن. ولی اینجا نابینا سالانه کارت اتوبوس داره، کارت اتوبوس و قطار تمام زونه دیگه. بله، شما فرمودین که پیشتر ایران تشریف داشتید، حالا به دانمارک رفتین. فکر میکنید یکی از مهمترین اولویت هایی که برای نابینایان باید در ایران شرایط فراهم بشه، مهمترین دغدغه نابینایان در ایران فکر میکنید به نظر شما چه باشه؟ از نظر رفت آمد همین جوباز، کنده کاری های خیابونه، و از نظر کمک های اقتصادی نه همکاری نیست. دولت یعنی اوضاع به حدی وانفساست که اصلا نابینا تقریبا فراموش شده است تو ایران، مگر از توده مردم. آقای حسین، به عنوان آخرین سوال هم، بهروز همکارم تو بخشی از برنامه اشاره کرد به بحث گزارشی که روزنامه ایران پخش کرده و اون اشاره داشت به ترحم های بی جا از طرف برخی از مردم یا در مواجهه با نابینایان. آیا چنین چیزی رو عملا در کشورهای غربی هم تجربه کردین؟ ترحم که ترحم جزئی از ذات خداست، هیچ کس نباید مخالفش باشه. اما در هر صورت خیلی بهتر از کشور اسلامیه. همونایی هم که به حساب فرهنگ پایین میگن بهش، این خیلی بهتر از کشور اسلامی. سپاس از شما آقای حسین، از دانمارک تماس گرفتیم و نظر و تجربیاتتون رو با ما در میان گذاشتین. در این بخش نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی که بهروز برام میگه. بهروز. بله، همونطور که گفتم شما همچنان فرصت دارید از طریق کانال تلگرام صدای آمریکا با آدرس سند وی او ای با ما در تماس باشید، پیام‌هاتون رو به دست ما برسونید، ضمن اینکه در شبکه‌های اجتماعی هم همینطور. اما اجازه بدید از اینستاگرام شروع کنم. رضا نوشته که کمبینایان در ایران متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرند که هیچ، بلکه با رفتارهای در جامعه روبرو هستند که بسیار خطرناک است. بعد مثال زده که گفته عبور از محل‌های مختلف خیابان، کوچه، پلکان، جوی آب و اینها جزو بزرگترین مشکلاتشونه و گفته کوچکترین توجهی به حال آنها از جانب رانندگان عابران نمی‌شود. کاربر دیگه گفته که فقط نباید دنبال کسایی بود که عصای سفید دستشون دارن، بلکه بعضیا عینک تیره دارن و یا با احتیاط دارن حرکت میکنن، اینها هم ممکن جزو کمبینایان باشن. و گفته که در هنگام مواجهه رعایت حقوق کمبینایان رو هم بکنید در عبور و مرورها. ما باز هم به شما برخواهیم گشت در نظرات اجتماعی در ادامه در شبکه‌های اجتماعی در ادامه برنامه. بله، به تهران بریم. خانم فاطمه از طریق تلفن همراه ماست. خانم فاطمه سلام، بفرمایید. به گوش مسئولین برسه و گام‌های مثبتی در این زمینه آورده دارم. متشکرم، شب بر شما خوش، خداحافظ. فکر کنم نصف پیشتر نظرشون رو البته به پخش نشد، ما نشنیدیم. برسو، امیدوارم که اگر صدای ما رو میشنوید مجددا تماس بگیرید، چون ما نظرتون رو کامل نشنیدیم. آقای ساسان از انگلستان از طریق تلفن همراه ماست. آقای ساسان سلام، بفرمایید، روی خط هستید.
خوبه. سپاس ممنون. بفرمایید آقای ساسان. والا به نظر من تو انگلیس که ما هستیم چون از لحاظ اقتصادی وضعشون خوبه، به حقوق بهتری میگیرن، به خاطر اون میتونن تاکسی استفاده کنن و مثل بقیه جامعه خیلی بیشتر در رفاه هستن. به نظر من خیلی کمتر با مشکلات مواجه میشن. من از این ناراحتم که شما چرا برنامه نمیذارید درباره مسببه همه اینا، چیزی که باعث میشه این همه مشکلات در ایران وجود بیاد و هیچ کی هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده. آقای ساسان، ما تقریبا در طول روز سعی میکنیم تمام مواردی که در ایران هست، موضوعات مختلفی که هست رو برای بینندگان بذاریم که این فرصت باشه که بتونن بیان نظر بدن و در موردش صحبت کنن و تا اونجایی که بشه سعی میکنیم حداقل صدای بسیاری از مردم ایران باشه. این تنها کاری که از دست ما برمیاد که امروز هم به مناسبت در واقع روز جهانی عصای سفید به این موضوع اختصاصه. آقای ساسان، میشه از شما خواهش کنم که با توجه به تجربه‌ای که از زندگی در ایران و انگلستان در حال حاضر که دارید، بخشی از این تفاوت‌ها رو بگید، امکاناتی که در انگلستان وجود داره در ایران نبوده و اینکه چطور میشه کمک کرد به حضور بیشتر بیش از پیش نابینایان در جامعه؟ خب تفاوت خیلی زیاده. گفتم از لحاظ اقتصادی، از یعنی همه چی روش حساب شده، همه چی روش کار شده، یک شب همه چی درست که نمیشه. ولی متاسفانه یه چیزی که منو بیشتر اینو می‌خواستم بگم اینه که ما هیچ موقع نیومدیم مسبب اینا رو پیدا کنیم. من مثلا تو انگلیس نشستم، تو مثلا لندن، شما تو نیویورک نشستی، متاسفانه نمیخوایم بفهمیم که چرا این همه چیز وجود میاد، از کجا میاد، علتش چیه. علتش همین مذهبی که ما که در قدرت نشسته در ایران و جوابگو به هیچی نیست و ملت ایران رو واقعا اسیر کرده. سپاس از شما آقای مذهب باید. سپاس از شما آقای ساسان. آقای ساسان حکومت رو مسئول مشکلاتی که در ایران هست به خصوص برای سایر اقشار جامعه دونستن. بحثی که هستش که ما اشاره کردیم اتفاقا در مقدمه برنامه که کمکاری های دولت و حکومت رو برخی زمینه میدونن برای نادیده گرفتن حقوق مثلا معلولان یا نابینایان در ایران. اما در این بخش میخوام یه ویدئویی براتون پخش کنیم، ویدئویی از یک دختری که کمبینای شدید هستش و مشکلاتی براش پیش اومده و حتی خانواده اون هم اون رو پذیرا نبوده. این ویدیو رو با هم ببینیم و پس از وقفه کوتاه به شما باز خواهیم گشت. سلام. نه ترسید خانم، چیزی نیست. نه 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 نه، ما یه گروه خیریه هستیم. منو میبینید شما الان؟ نه، کمبینا. کمبینایی؟ اسمتون چیه؟ زینب. چرا اینجا میخوابین شما؟ استاد زندگی میکردم. بابا من حدود 7 ماه پیش فوت شد. مادرم هم 7 سال پیش. برای همین دیگه اومدم مشهد که به حساب برم خونه خواهر برادرم، ولی هیچ کدومشون من قبول نکردم. هر چی رفتم خونه هاشون دیگه منو بیرون کردم. نمیتونم تحمل. مجبور شدم هی این برم برمشم. چند سالتونه شما؟ 28. جدیدن شما دیگه دکتر نرفتی؟ من چشمم برام مهم نیست. آوارگی میتونم. چشمه ها میتونم تحمل کنم ولی آوارگی من نمیتونم تحمل کنم. غذا از کجا میاری برای خورد است؟ مردم داشته. بله، همراه ما هستین در برنامه روی خط با موضوع روز جهانی عصای سفید. بله، بد نیست افشار از مشکلات و کمبودها گفتیم، به یک کار مثبتی هم که انجام شده اشاره کنیم، چون وقت کامنت ها هم هست، حالا
بهش خواهیم رسید. مثلا یکی از بینندگان برای ما نوشته که در یزد زندگی میکنه و در یزد اکثر پیاده روها نقش برجسته دارن برای نابینایان تا بتونن از عصا استفاده کنن. منتها باید این نکته هم در نظر داشت، خیلی جاهای نقش برجسته رو دارن اما با سد معبر در واقع به درد خاصی نمیخورن. اما یه ویدئویی هم داریم از در واقع راه اندازی دستگاه برجسته نگار ویژه نابینایان در یک از شعب بانک های تهران. از این دست اقدامات کوچیک خیلی میتونه کمک کنه و زندگی رو برای نابینایان راحت تر کنه. این رو با هم ببینیم و با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. نخستین دستگاه برجسته نگار ویژه روشندلان در شعبه یکی از بانک‌ها در تهران رونمایی شد. با راه اندازی این دستگاه روشندلان برای فعالیت‌های بانکی نیازی به همراه ندارند و می‌توانند برگه‌های بانکی را با خط بریل تکمیل و به صورت عادی چاپ کنند و تحویل شعبه دهند. بله، در کنار مشکلاتی که هستش، خب برخی از اقدامات همونجوری که بهروز گفت اقدامات مثبتی هم که شده میتونیم بهش اشاره کنیم که این یکی از نمونه ها بود. به تهران بریم. خانم مینا از طریق تلفن همراه ماست. خانم مینا سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام آقای سیکارچی، وقتی بشن. شما بخیر. سپاس، خواهش میکنم. سلام میرسونم با آقای بیگی. خواستم خدمتتون بگم من 20 سال مادرم نابینا بود، 20 سال، ولی ما چون 3-4 تا خواهر بودیم مادرمون رو ترخوش میکردیم. الانم حدود 3 ساله از دنیا رفته. میخوام بگم که چون من برخورد با آدم نابینا داشتم، متاسفانه تو ایران اصلا یعنی کاربردی برای نابینایان نیست آقای سیگارچی. دلیلش هم اینه که میدونی جایی نیست، آموزشگاهی نیست. اینایی هم که آموزشگاه میرن اینا از خانواده مرفعی هستن که میرن آموزشگاه ها، تحت تعلیم قرار میگیرن، تحت سواد یاد میگیرن. ولی متاسفانه اگرم مخصوصا یه زن باشه تو ایران اصلا رسیدگی نمیشه، مخصوصا کسی رو نداشته باشه. بعد خیابونای ایران همه چاله چوله است. یعنی یه نابینا من با چشم دیدم که بارها شده خودم کمکشون کردم، داره میره، یعنی واقعا شیرجه میره توی چوب، میره تو چاله، یعنی راهی برای چراغایی هست که حالت بوق داره نداره تو ایران. یه اساس که یهو میزنن اینا میرن تو چاله چوله ها، کسی کمکشون نمیکنه، مخصوصا که از آدمایی باشن که اصلا پولی نداشته باشن، یعنی آدمایی فقیر باشن. چند وقت پیش من خودم شنیدم که یه دختر نابینا رو آقای سیگارچی توی ایران تجاوز میکنن. یعنی میدونی دولت ما نمیرسه، یعنی رژیم ما نمیرسه، یعنی کسی دادرس به این آدمای نابینا نیست، کسی برنامه‌ای مثل شما نمیذارن که هوشیار کنن این دولت رو، بگن بابا نابینام حق شهروندی داره تو مملکت، این نابینایان حق زندگی دارن. ولی متاسفانه آقای سیگارچی تو ایران جوابی به این قضیه نمیده. 4 تا نابینا رو شاید از طرفای خانواده خیلی پولدار بشن میارن تو شبکه‌هاشون نشون میدن، ولی دریغ از این که مثلا نابینایی هستن که یه جا میشینن، اگرم فرضاً از خانواده مرفعی باشن مردم میان پول میریزن سرشون، یعنی به صورت ببخشید مستحق اینا رو نگاه میکنم. میخواستم فقط همین موضوع رو به خدمت شما بگم. حرفی ندارم، خداحافظ. سپاس از شما که تماس گرفتید. به تهران بریم. آقای علی از طریق تلفن همراه ماست. آقای علی سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام آقای سیگارچی، روزتون بخیر، بفرمایید. خسته نباشید. عرضم خدمتتون، این روشندلای عزیز ما توی ایران هیچ گونه امکاناتی ندارن، نه از قبیل کار، نه از قبیل ازدواج، هیچ امکاناتی این بندگان خدا ندارن. یه عصای سفید تو دست ایناست که اونم فقط در حد حرفه، که اصلا کسی، اصلا خود مردم ما اصلا هیچ به این عصای هیچ توجهی نمی کنن. شما وقتی توی پیاده روهای تهران که را میرید شده پیست موتور سواری، شما 4 تا چشم هم داشته باشید باز با مشکل مواجه میشید. این بنده خدایی که دیدی هم ندارن، یه عصای سفید دستشون گرفتن، چجوری میخوان واقعا تردد کنن؟ شما آقای علی تجربه برخوردی از نزدیک با روشندلی رو داشتید خودتون به شخصه؟ من یکی از دوستانم روشندله که ما با هم صحبت میکردیم، ایشون به من میگفت من توی پیاده رو داشتم میرفتم، خب نمیبینه بنده خدا، میگه تنم خورد به یه آقایی، میگه این برگشت به من همسبان که توهین کرد میخواست من رو بزنه.
واقعا یه اینجور برخوردی میکنن. مردم ما هم ایراد دارن، مشکل از مردم ما هم هست که اصلا هیچ، چون گرفتارن واقعا، از درگیرن با هیچون روشن دلای بند خدای ما هم که همینجوری اصلا. علی با توجه به اینکه اشاره کردی که از دوستانتون شامل این افراد هستش، در طی سالهای گذشته، 10 سال 15 سال گذشته، آیا چیزی بوده که از دغدغه های نابینایان در ایران باشه و دولت یا حکومت تلاش کرده باشه که اون رو حداقل راه رو هموار کرده باشه، در اون زمینه بهبودی شاهد باشیم؟ نه نه، هیچ کاری برای این بنده خدا نمیکنن. یا اینا مشکل بیکاری دارن، یا افسردن گوشه خونه نشستن، یا اینکه تو بیرون هم باشن. الان این خانومی هم که قبلا به شما گفت، اینا رو اصلا به عنوان یه گدا نگاه میکنن، یه سری به اینا پول میدن. واقعا یه سازمان بهسیستی باید یه نظارتی داشته باشه، اینا رو تحت پوشش قرار بده که این کارو نمیکنه و مردم خود ما هم رعایت نمیکنن. فکر میکنن چون انقدر گرفتارن از لحاظ روان و اعصابشون خرابه که واقعا اصلا اینا رو اصلا اینا گم شدن، واقعا اینا طرد شدن از جامعه. چون یه نابیگه آدمی که واقعا چش داره اینجا مشکل داره. وای به حال این بنده خدایی که واقعا چش که ندارن، از این لحاظ هم که نه دولت اینا رو حمایت میکنه. میگم خیابونای ما، کوچه های ما، پس کوچه های ما، پیاده روی ما واقعا شده پیست موتور. واقعا یه آدمی هم که دید داشته باشه با مشکل از خیابون رد میشه، نه توجهی میکنه. وقتی هنوز چراغ قرمز تو تهران رد میکنه موتور یا حتی ماشین دیگه. علی الان با توجه به ساختار جامعه ما و این خبری که حالا از هفته پیش اشاره شد که قراره که قانون عصای سفید در ایران اجرا بشه، فکر میکنی اون شرایطی که باید باشه برای اجرایی شدن این قانون در ایران فراهم هست بتونه شرایط تا حدودی تغییر کنه؟ اصلا نیست، فقط در حد حرف. چرا در حد حرف خیلیه، ولی تو عمل واقعا صفره. ممنون آره. شما آقای علی از تهران که زنده باشین، خدا نگهدار. سپاس از شما. از سایر بینندگان هم اگر تجربه مشابهی دارن در دوست آشنا، اگر فردی رو میشناسن که نابینا است یا خودشون از نابینا هستن، خوشحال میشیم که در برنامه امروز صدای اونها رو بشنویم از مشکلات و دغدغه های اونها و میتونن از این فرصت استفاده کنن. در این بخش سری بزنیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی با بهروز. بله، بی مناسبت نیست سری به توییتر بزنیم. در توییتر به مناسبت روز جهانی عصای سفید کاربران زیادی در این زمینه اظهار نظر کردند. از نگین حسینی روزنامه‌نگاری شروع کنیم که در زمینه توانبخشی و معلولیت فعالیت میکنه. او توییت کرده که پیام روز جهانی عصای سفید اینه: به جای ترحم به افراد نابینا و کم بینا، باور کنیم که آنها میتوانن به طور مستقل زندگی و کار کنند و در جامعه مشارکت داشته باشن. با همین بحثایی هم که در دو تا بیننده قبلی داشتن در ارتباط این مسئله بسیار مهمی است. محمد کمالی هم توییت کرده: طبق قانون وقتی فرد نابینا عصای خود را به رانندگان نشان دهد، به منزله ایست برای راننده است. به قانون جدید احترام بگذاریم. همون قانونی که چند دقیقه پیش براتون توضیح دادیم دیگه، حالا در ایران هم مثل خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا الزامی شده. و آخرین توییت در این بخش مربوط به امیده. امید که یک راهنمای گردشگری گفته: من الان راهنمای گروه 25 نفره فرانسوی هستم. 7 نفر از آنها نابینا هستند، آمدن سرزمین پارس را حس کنند. چند نفر از شما ایران را حس کردید؟ البته عکسی هم زمینش بود، نمیدونم آماده است اون عکس رو ببینید یا نه. این گردشگران با استفاده از قدرت لامسه شون اومدن و آثار تاریخی ایران رو میبینن. باید از خودمون بپرسیم آیا برای نابینایان داخل ایران هم این امکانات و حتی این انگیزه و شور وجود داره که برن آثار باستانی و میراث فرهنگی رو ببینن یا نه. بله، به تلفن ها برگردیم. خانم ساناز از تهران از طریق تلفن همراه ماست. خانم ساناز سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام، وقتتون بخیر، شبتون بخیر آقای سیگاچی. من به عنوان یک فرد نابینا و روشندل کنکور دانشگاه آزاد شرکت کردم و مقطع ادبیات انگلیسی، مقطع دکترا زبان ادبیات انگلیسی، ولی متاسفانه نیم ساعت از شروع کنکور گذشت. بعد از من پرسیدن که آیا شما منشی میخواهید، در صورتی که من قبلا در دفترچه‌ای که پر کرده بودم درج کرده بودم که من حتما نیاز به منشی دارم، ولی نیم ساعت از برنامه گذشته بود، اما گفتن که اگه شما نیاز منشی دارید که ما برای شما منشی بیاریم. متاسفانه منشی آوردن که اصلا تسلط به زبان انگلیسی نداشت و فرصت برای من متاسفانه حکم طلا داشت.
اما نتونستم کنکور رو با موفقیت پشت سر بگذارم و باعث شد که من شهرستان پذیرفته بشم و انتقالی هم برای من امکانش نبود، به دلیل اینکه به هر حال این امتیازها رو برای افراد ویژه به هر حال قائل هستن. گفتن که به هر حال خانواده جانباز، خانواده شهدا جزء این طرح هستن و ما نامه های زیادی رو نوشتیم و نمایندگان هم متاسفانه به صحبت های ما گوش ندادن و نتونستیم به هر حال کاری بکنیم و در حال حاضر من مجددن دارم میخونم، اما نمیدونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه، اما افق روشنی در این مسیر نمیبینم. امیدوارم که یکی از مسائل نابینایان که داشتن یک منشی هست، ما توقع زیادی نداریم. به هر حال شما میدونید که هیچ امکانی برای فرد نابینا، حالا کلن معلولان عزیز نیست، حالا چه در زمینه اشتغال، چه در زمینه ازدواج، ولی به هر حال در زمینه تحصیلی که دیگه میشه به هر حال یک کاری کرد، یک اقدامی کرد. ما تمام امیدمون اینه که به هر حال از لحاظ اجتماعی شأنمون بره بالا، به هر حال کاری بکنیم که دید مردم، دید هم نوعانمون، دید هم وطنانمون به ما یه ذره تغییر بکنه. حداقل بحث منشی درست شه. حالا من رشتم که زبانه، ولی کسایی هستن که ادبیات به هر حال آلمان خون میخوان بخونن، مقطع دکتری نمیدونم فرانسه میخوان بخونن، اونا دیگه چی کار کنن؟ حالا مثلا کسانی هستن که به هر حال حالا مثلا علوم انسانی هستن، ولی بحث زبانشون واقعا نمیتونن. خانم ساناز، یکی از مشکلات شما به عنوان تجربه که داشتید اشاره کردید، اما در مورد مراجعه به مثلا سازمان های دولتی یا مثلا بانک‌ها یا مراکز خدمات بهداشتی، یا عملاً امکانش هست که شما تنهایی بتونید به این مراکز مراجعه کنید و کارتون رو در واقع انجام بدید، یا نه؟ تا حدودی بله، ولی خب متاسفانه حالا ما چون خودمون تنها بریم که حالا با خانواده بریم، متاسفانه اصلاً به حرفای ما توجهی نمی‌کنن. من هم برای مسئله منشی بسیار رفتم، هم مجلس شورای اسلامی رفتم، ازم به حضورتون هم دانشگاه آزاد رفتم، ولی اصلا توجهی نکردن. گفتن که این به هر حال طرح بوده و منشی به شما دادن. خب منشی دادید شما، اما چه منشی به ما دادید؟ کسی رو بردن که اصلا رشتهش این رشته نبودی. گفتن ببخشید کیفان بچه های دیگه بودن آوردن که الان منشیه ما. خب این واقعا درست نیست. حالا این یه مسئله دیگه، مسئله اشتغاله برای افراد معلول یا به ویژه نابینایان. نه اصلا اشتغالی نیست. حالا چه ما دکترا بگیریم، چه حالا فوق لیسانس باشیم، چه لیسانس باشیم، چه دیپلم باشیم، هیچ افق روشنی در این مسیر نیست. و من هم در این زمینه مقاله نوشتم، در روزنامه ایران هم به چاپ رسید، به این مسائل ریز اشاره کردم. ولی آیا اینکه گوشهای مسئولین کی قراره ارزم به حضورتون که شنوا بشه، حرفای ما رو بشنون، من نمیدونم. انشالله که صدای ما برسه و بتونیم از طریق شبکه شما سپاس از شما ممنون از شما خانم ساناز که تماس گرفتیم و خب بخش از مشکلات نابینایان و معلولان در ایران رو مطرح کردیم. اما برنامه امروز در مورد روز جهانی عصای سفید، بارها در برنامه به اشاره کردیم به قانون عصای سفید. بعد نیست من برخی از موارد قانون عصای سفید که در 7 ماده و 9 تبصره هستش، برخی از اونها رو اشاره میکنم که در بخش اول میگه دولت موظفه که نابینایان و دیگر معلولان جسمی را تشویق کنه تا در تمام امور اجتماعی اقتصادی دولت شرکت کنن و در نتیجه به کار و اشتغال پیدا کنن. در سوی دیگر گفتن که نابینایان و دیگر معلولان جسمی حق استفاده آزادانه از خیابان و بزرگراه‌ها، پیاده‌روها و سایر مکان‌های همگانی و همینطور وسایل حمل و نقل و هتل و اماکن عمومی رو دارن. در بخش دیگر گفته رانندگانی که با وسایل نقلیه خود از خیابان میگذرن، در صورت نزدیک شدن به نابینایی که از عصای سفید یا متالیک استفاده میکنه، موظفن که احتیاط لازم رو به عمل بیاره تا صدمه به اون نابینا وارد نشه. در بخش دیگر میگه هر شخص یا سازمانی که بخواد به طور غیر مجاز در استفاده شخص نابینا و یا معلول از تسهیلات همگانی محدودیت ایجاد کنه یا اینکه حقوق نابینایان رو و دیگر معلولان عاقل و بالغ را نادیده بگیره، باید مجرم شناخته بشه. و از طرف دیگه میگه هر سال مسئولین دولتی باید روز 15 اکتبر رو به عنوان بزرگداشت عصای سفید به نحو شایسته ارج نهند و برنامه‌های متنوع و گوناگون و وسیع رو بذارن برای آشنایی با حق و حقوق
نابینایان در کشور و توضیح بدن که این قانون عصای سفید چی هستش و مردم رو کامل آشنا کنن با این قانون. اما به دقایق پایانی نزدیک میشیم، در ادامه برنامه روی خط همراه ما باشید. اما نمیدانند که من عشق را در وجود گل سرخی یافتم تا یک گلبرگ هایش پرپر شد و ریخت. به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم با موضوع روز جهانی عصای سفید. زمان رو غنیمت میشون سریعاً سری بزنیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی با بهروز. بله افشار، نظرات هم زیاد هست. من قبل از اینکه دوباره به توییتر بپردازم چند تا پیام که در طول برنامه از طریق تلگرام به دستم رسیده بخونم. آقای مهدی میگه که من دارای معلولیت شدید بینایی هستم، سال گذشته ماهی 52000 تومان مستمری میگرفتم، امسال 99000 تومان. به تعبیرشون گفته مسئولان زحمت کشیدن و زیاد کردن، اما مثال زده گفته مثلا با همین مشکل من در ترکیه 1.5 میلیون به فردی مشابه مستمری پرداخت میشه و ایشون توضیحات زیادی دادن، وقت کمه، عذرخواهی میکنم. خیلی خلاصه مثلا میگن در زمینه سلامت و بیمه تکمیلی امکانات مناسبی برایشون در نظر گرفته نمیشه، مجبورن به مرکز درمانی خصوصی مراجعه کنن که مبالغش بسیار هنگفته. اما در توییتر محمد رضا اسدی نوشته که بیشترین نسبت افراد تحصیل کرده در بین جامعه معلولی مربوط به افراد نابیناست، ولی 4 برابر نرخ بیکاری بیشتر دارن. این نکته بود که افشارم پیش از این گفت. امین هم عکسی از یک در واقع دستفروش منتشر کرده، گفته از دم در درمانگاه ابوریحان با پای ناراحت و عصاب به دست بساط فروش گردوش رو ول کرد که پیرمرد نابینا رو از خیابون رد کنه. فکر میکنم که این دفعه هم عکس ما ناپدید شده. حامد هم نوشته دوتا از بهترین اساتیدی که دیدگاه من رو متحول کردن بینایی نداشتن، ولی چیزهای ارزشمندتری داشتن که در هیچ کس پیدا نکردم. به خاطر کمبود وقت یک کامنت دیگه از اینستاگرام بخونم. در طول برنامه نوشتن که ایشون خودشون نابینان، گفتن در ایران تاکید میکنم هیچ حمایتی از ما نمیشه، برای ساده ترین امور باید چند برابر افراد عادی تلاش کنیم، و این در حالی که اکثریت هم از تحصیلات دانشگاهی خوبی برخوردارن. و گفته که اینکه باید توضیح بدیم به بقیه که ما مشکل داریم خیلی آزاردهنده است. مثلا گفته وقتی میخوام از آبربانک استفاده کنیم، این یک چیز خیلی ساده روزمره تبدیل به یک مشکل بزرگ میشه. بله همونطور که بهروز هم گفت زمان کوتاست، خواهش میکنم روی خط من کوتاه و فشرده بتونید صحبت کنید. ممنون میشم. آقای مجید از تهران از طریق تلفن همراه ماست. آقای مجید سلام، بفرمایید روی خط هستید. بله درود آقای مجید، بفرمایید روی خط هستید. با درود و سلام به شما آقای سیگارچی و دیگه همکارانتون هم جمع مدیران این برنامه. ضمن سپاس از این که امشب همچین برنامه رو انتخاب کردیم با توجه به روز جهانی نابینایان، من میخوام این رو عرض بکنم که در وهله اول من میخوام این رو بگم که در واقع مشکل اصلی نابینایان در کشور ما خود مردم هستن. ما متاسفانه فرهنگ این که چگونه باید با یک نابینا برخورد بکنیم و رفتار بکنیم رو نداریم. و در وهله اول این رو هم میخوام بگم که ما کاری نداریم، خب دولت در حد خودش حالا هر چقدر یا کرده یا نکرده یا کم بوده یا هرچند که خب زیاد هم نبوده، همه اینا به کنار، ولی تا مردم واقعا نخوان بدونن چه جوری باید با یک نابینا رفتار کنن، برخورد بکنن و
اون بخشی هم که میخوان با نابینا رفتار بکنن آنچنان رفتار ترحم‌آمیزی میکنن که شخصیت اون نابینا رو خرد میکنن و اصلا اون نابینا پشیمون میشه از اینکه کسی بخواد بهش کمک بکنه. ما همیاری و یا کمک به عنوان یک فرد معمولی رو با ترحم میخوایم خودمون رو نشون بدیم که بله ما در میخوایم به این نابینا کمک بکنیم، در صورتی که فقط داریم شخصیت نابینا رو خرد میکنیم. و صدا و سیمای ما، صدا و سیمای ما و باید در وهله اول رسانه‌های عمومی ما پیش قدم باشه در فرهنگ سازی و یاد دادن، آموزش به مردم که چگونه با یک نابینا یا معمول یا معلول دیگر چطوری باید رفتار بکنن. خیلی ممنون آقای مجید، زمانمون هم کوتاست، بذارید به شیراز بریم. آقای علی از شیراز از طریق تلفن همراه ماست. آقای علی سلام، بفرمایید، روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید آقای علی. شما تشکر میکنم. من خودم نابینا هستم، یه دختری هم دارم نابینا هستش. به هر طریقی یه خوری زندگی سخت هسته. شنید من خودم چند جلوترا رفتم تو خیابون با خانم هم بودم، نمیدونم خوردم یه بنده خودی بهم گفت مگه شما کور هستید؟ از لحاظ امکانات هم هیچ امکاناتی نداریم. همین الان دخترم حدودا یک سال عقد کرده، نمیتونم جایز برای تایید کنم، نمیتونم بفرستمش خونه. خب آقای علی، شرایط زندگی برای شما با من یک فردی که نابینا هست، خب فرمودین دخترتونم با همین مسئله درگیره، چطور زندگی میگذره؟ شرایط کار و اشتغال به چه صورته جدا از مشکلات اجتماعی که وجود داره؟ بله، من خانمم توی مجتمعی همینجا کار میکرد که ایشون هم اخراجش کردن. حدودا ما یه خانواده تقریبا دو تا پسر دارم، دو تا دختر، دختر هم یه شش تا نادر بود. یعنی من با 20 و تقریبا با بود 600 تومن حقوق یارانه‌ای و چیاد داریم زندگی میکنیم. سازمان های بهزیستی چه های علی؟ آیا از شما حمایت میکنه؟ بله، همون از سازمان بهزیستی هم بود 80 تومن بهم میده. یعنی خانواده 4-5 نفره بود 80 تومن میدن. بله، مرسی آقای علی. زمان خیلی کوتاست، ما بتونیم نظرات سایر بینندگان و تجربه اونا رو بشنویم. ممنون از شما که تماس گرفتیم. به تهران بریم. آقای یوسف از طریق تلفن همراه ماست. آقای یوسف سلام، بفرمایید، روی خط هستید. سلام میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشن. هم سیگارچی، ما مشکل اصلی اگه 50% ندیدن خودمون مشکل باشه، 50% مشکل دیگه ما دیده نشدنمون توسط مسئولین و دوستان، یعنی دوستایی که منظورم هموطنانه هستن. آقا برخورد میکنه با ما، من دست فروشی میکنم، برخورد میکنه، همون عینک تو چند خریدی؟ آخه من چی باید برگردم بهم بگم؟ از طرف دیگه بهزیستی اون حقوقی که در نظر گرفته برای معلولین پردازه، اون حقوق رو هم نوبتی، یعنی اینجوری نیست که یه نفر معلولیتش مهرت شد شروع کنن بهش حتی اقل هم مای 80 تومن رو هم بدن. ترکیه مای 1800 تله. آقای یوسف همین رو میخواستم بپرسم، اون 80 تومن که میده عملا کمک میکنه واقعا برای یک نابینا؟ 80 تومن خب 80 تومنه، 80 تومن دیگه برای یک معلول که برای دست معلول برسه که نمیشه 800,000 تومن. 80 تومن بنده 80 تومن کار میکنه، ولی اون 80 تومن رو هم به همه معلوله که نمیدن، نوبتیه. یعنی باید این فرد معلول باید تو نوبت بمونه، حالا یک سال دیگه، 6 ماه دیگه. توی مقطعی برای خود من گفتن که بانک ملت حساب باز کنید، بانک ملت حساب باز کردیم، چند ماه منتظر شدیم، بعدن گفتن که نه آقا بانک عوض شده. چون من مسافر خارج از کشور بودم نفهمیدم که مثلا بانک عوض شده، همچنان منتظر بودم. 3-4 سال بعد پرسیدم، گفتن اصلا شهرستان شما عوض شده، شما چون تو شهر جدیدی میشستید به شهر جدید رفته پروندهتون، چون شما نبودید حقوقی هم واریز نشده و اصلا پرونده داره میره تو بایگانی، بیاد شما اگه مجددا اقدام بکنید خب امیدی هست. ولی خب اصلا بحث اینا نیست، بهینه‌سازی معابر مشکله. ما الان تنها جایی که میتونیم به راحتی توش تردد کنیم متروه، چون یه
خطوط برجسته فلزی گذاشتن اونجا تا حدود خیلی زیادی کمک ما میکنه. ولی من در طبقه اصلی معلولین رو مخصوصا نابیناها رو اشتغال میدونم. یک شرکت تعاونی بود که درست شده بود برای آموزش رایگان شغل و حرفه به معلولین و مخصوصا نابیناها. پیگیرش نشدن که مثلا کمک کنن، اینا تقاضای کمک کردن، گفتن آقا در قالب مشاغل خانگی. آقای یوسف فقط زمانمون دیگه رو به پایان، اگر بخواید جمله‌ای بگید با مسئولین و با مردم، یه 30 ثانیه فرصت دارید، بفرمایید ما میتونیم بشنویم. دوستان همه اون چیزی که باید میگفتن گفتن، ولی ایشالله گوش شنوایی باشه. مردم من مهربونم، اگر دقل از روی ترحمم که هست کمک میکنم، ولی من هیچ نوع کمکی تا حالا از مسئولین ندیدم. کارشکنی دیدم ولی کمک ندیدم. سپاس از شما. سپاس از شما. بفرمایید. بله، مرسی از شما آقای یوسف. آقای یوسف هم بخش از مشکلات معلومه نابینایان در جامعه گفت و اشاره کرد به کمکاری های مسئولین. از سایر بینندگان که فرصت نشد هم عذر میخوام، ما نوبتی هم باشه برسیم به مهمترین های شبکه های اجتماعی. وخامت حال محمد نظری زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفته و با هشتگ فری نظری خواستار آزادی او شدن. آقای نظری که 24 ساله بدون مرخصی و بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی زندانی، از مرداد ماه امسال در اعتصاب قضاست. این زندانی سیاسی به اتهام هواداری از حزب دموکرات کردستان ایران اول به اعدام محکوم شد، اما حکمش مورد تجدید نظر قرار گرفت و حالا با اعمال ماده 134 باید از زندان آزاد بشه قاعدتاً. محمد نظری در دوران زندان خواهرش رو، مادرش رو و پدرش رو از دست داد، اما حتی یک روز بهش مرخصی ندادن. پریسا عکسی از این زندانی سیاسی منتشر کرده و نوشته باور میکنید صاحب این عکس 43 ساله باشه؟ 24 سال حبس از او چنین چیزی ساخته. در آستانه 75مین روز اعتصاب قضایش همراهش باشیم. امید علی شناس هم نوشته جوونیش که رفت جونش هم داره میره، 24 سال حبس 77 روز اعتصاب قضا. ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری است که در این زمینه توییت کرده و نوشته به محمد نظری گفته بازجوها گفتن تو یک شیعه هستی و برادر یک شهید، بنابراین خیانت تو به ما مجازات سنگین تری خواهد داشت. اما به اعتقاد حسین باستانی روزنامه نگار، محمد نظری به خاطر اعتصاب قضا داره میمیره چون میخواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که حبس ابدش رو به 15 سال زندان کاهش داده در موردش اجرا بشه و تنها جرمش در واقع همینه. شاهد هم اعتراض کرده با این توییت، گفته محمد نظری در زندان مانده و 75 روز از چیزی نخورده، کسی را ندارد، آنقدرها معروف نیست که هزاران نفر ایمیل های عاشقانه اش را ترند کنند و آنقدر هم معروف نیست که به خاطرش کمپین نب محدودیت را بندازند، تنها مانده و کسی به خاطرش قلم نمیچرخونه. اما انسان که هست، این نظر شاهد بود. و در نهایت توییت پرهام رو ببینیم که گفته شرمنده ام که برای محمد نظری هیچ کاری ازم ساخته نیست، حتی نمیدونم برای رنجی که میکشه چی باید بگم. ممنون که این بخش رو هم دنبال کردید. برنامه امروز با موضوع روز جهانی عصای سفید به پایان رسید و نابینایان از مشکلاتشون گفتن، بینندگان هم در برنامه امروز شرکت کردن. اما نظرات و پیشنهاداتون رو برای ما ارسال کنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی اکانت روی خط و صدای آمریکا دنبال کنید. تا فردا، شب و روزگار خوش. وقت بخیر. صدای آمریکاست.